بر شما سوم آذر ماه 1402 خورشیدی و 24 نوامبر 2023 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به سرنوشت تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در ایران. من برای اینکه اهمیت موضوع روشن بشه فقط یک مثال کوچیک بزنم. در همه کشورهایی که با نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی سر و کار دارن، دارو و درمان بازنشسته ها کاملا رایگانه، فقط یه قلم کوچیک تأمین اجتماعی. تو ایران اون وقت دعوا سر اینه که حق بازنشستگی و بیمه ای که من یک عمر پرداختم به تأمین اجتماعی ملاخور میشه یا نمیشه. بحث بر سر حق بیمه بیش از 40 میلیون نفر. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. میگن سقف 35 سال کار برای مردان و 30 سال کار برای زنان. در پیوند با سقف 35 سال کار، طبق مصوبه مجلس و جدول اصلاح شده نهایی، کسی که 15 سال کار کرده باید 20 سال دیگه هم کار کنه که در مجموع بشه 35 سال کار تا بتونه این سقف لعنتی رو پر کنه. 29 آبان 2023 حضرت سولت مرتضوی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی میگوید پول کم میاد تو صندوقهای بازنشستگی، خب باید اینجوری جبرانش کرد. نظر هست که ضریب پشتیبانی صندوقها به شدت کاهش پیدا کرده است. اگر به این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوقها قادر به پاسخگویی به زینفانشان نخواهند بود. لذا مجلس محترم شورای اسلامی دیروز در مراحل پایانی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم اصلاحاتی را انجام داد که از طریق رسانه ها به استدار مردم عزیز و بزرگ رسید. ضریب پشتیبانی صندوق ها یعنی چی؟ یعنی نسبت بیمه پردازان با مستمری بگیران. میگه مستمری بگیران تعدادشون زیادتر از بیمه پردازان شده. خبرگزاری ایسنا 26 آبان 1402 نوشت نسبت پشتیبانی که بیانگر نسبت تعداد بیمه پردازان به مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی است، در حالت مطلوب بسته به نرخ بیمه پردازی معمولاً بین 5 تا 7 و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق ها 3 است. کاملا درست. باید به ازای هر بازنشسته، برای اینکه از ورشکستگی جلوگیری بشه و اینه، در حالت عادی باید 7 نفر کار بکنن، در حالت در واقع مطلوب 7 نفر کار بکنن تا 1 نفر بازنشسته بشه، حق بازنشستگی در واقع بگیره و صندوق ها در رونق بمانند. خب ولی در شرایطی که به هر حال نزدیک به مرز ورشکستگی برسن، باید به ازای هر بازنشسته بیش از 3 نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق مقرری او را پرداخت کرد. در شرایط فعلی تمامی صندوق های بازنشستگی در ایران باید از نسبت پشتیبانی بیش از 3 برخوردار باشند تا به منابع خارجی مثل کمک دولت برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نیازمند نشوند. اصلا نباید به کمک دولت تکیه کنند و نیازمند بشن، چون دولت اون وقت متوقع میشه ازش مراد بردار. حالا جدول نسبت پشتیبانی سال 1400 در صندوق‌های بازنشستگی رو داریم می‌بینیم. کل صندوق‌ها که ردیف پایین پایینه حدود 3، یعنی حداقل نسبت رو داره که ورشکست نشه. خب اولین ضریب در ردیف اول مال صندوق تأمین اجتماعی که الان بیشترین دعوا سر اونه، چون بیشترین بیمه گذاران در واقع بیش از 42 میلیون نفر رو پوشش میده دیگه. تو اون ردیف اول ضریب پشتیبانی تأمین اجتماعی 4.2، یعنی نه تنها در مرز ورشکستگی نیست، وضع وحشتناکی هم نداره به هر حال. خب پس مشکل چیه؟ مشکل این است که
از یک طرف هر سال به جمعیت بیکار کشور اضافه میشه به نسبت جمعیت و بنابراین از بیمه پردازان کم میشه، هر سال به جمعیت بازنشسته ها اضافه میشه در حالی که به جمعیت شاغلان به همون اندازه لااقل اضافه نمیشه تا صندوق های بیمه بتونن جایگزین کنن، حالا در یک تصویر فرضی سر به سر. و همه اینا به دلیل اقتصاد ورشکسته است که هیچ چشمانداز اشتغال پایدار و مولد وجود نداره، چون جمعیت شاغل نسبت به کل جمعیت عرض کردم کم شده، چون افزون بر اینکه نیمی از واحدهای صنعتی به دلیل بیپولی تعطیل شدند و 28 هزار واحد تولیدی بسته شده و هیچ کم نمیگه مسئولش کیه، و 29 مهر 1402 مرکز آمار خودشون گزارش داد که حدود نیمی از جمعیت بیکار کشور تحصیلات دانشگاهی دارن و 70% بیکاران کشور در گروه سنی 18 تا 35 سالند، خب دیگه حرف از اقتصاد مولد و پویا که انگیزه ایجاد شغل بکنه و اینا دیگه خیلی مسخره است، دردناک در واقع. با اضافه کردن سن بازنشستگی فقط اضافه کاری بر کسی که در آستانه بازنشستگی است تحمیل نمیشه، دولت هم دنبال تأمین کمبود نقدینگیشه به طور طبیعی، وقتی که بردهدار برده رو بیشتر به کار میکشه خب ازش بهره میبره دیگه که به کار میکشه، چون فرض کنین تو این مثلا یه نفر 4 سال دیگه ای که با قانون جدید یه نفر که امسال بازنشست می شده با قانون جدید باید 4 سال دیگه کار کنه بر اساس اون جدول سنی که عرض کردم و جدول سابقه کار کنه تا بازنشست بشه، 4 سال دیگه حق بیمه از حقوق ماهانش برداشت میشه، در حالی که اگر قبل از قانون جدید بود مثلا 4 ماه دیگه میخواد قرار بود بازنشست بشه، ولی باید اون سقف رو پر کنه که دیدین دیگه که از 0 تا 15 سال کار باید برسونن به 35 سال، یعنی کسی که امروز استخدام میشه باید 35 سال کار کنه و کسی که 15 سال کار کرده باید 25 سال دیگه کار کنه، کسی که 10 سال کار کرده باید 20 سال دیگه کار کنه، به همین ترتیب و بعد از 15 سال باید دوباره بنابه اون جدول های نشون بدیم، حالا یه بار دیگه اگه نشون بدیم میتونیم دقیق تر ببینیم دیگه اصل قضیه سر همین در واقع رتبه بندی کردن، تقسیم بندی کردن بر اساس سنوات کار در سالهای گذشته است. حالا باری خب ببینین دیگه این جدول نسبت پشتیبانی این جدول نه اون یکی که حالا میرسیم به اشاله یه بار دیگه بهش برمیگردیم. کانال تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان از متن‌های دریافتی که از کارگران گمنام دریافت کرده است، یه متن دریافتیشو براتون میخونم که منتشر میکنه. نوشته است از سال 1379 کارگرم، تو این 23 سال هر کاری کردم، الان 42 سالمه، هنوز قراردادی که گارانتی کنه 6 ماه دیگه میتونم بدون استرس کار کنم ندارم. یه خونه مسکن مهر دارم که اونم اگه کمک پدرم نبود نداشتم، کمش 11 ساعت در روز کار میکنم برای تأمین مخارج خانواده 3 نفره، پس اندازم ندارم، تفریح و مسافرتم هیچ، همه جوانیم کار سنگین کردم و الان دردهای کمر و ستون فقرات و زانو شروع شده. متولد 1300 از سال 1379 کار کرده، 23 ساله داره کار میکنه، 42 سالش. از حالا ترسم اینه که بازنشستگی چه جهنمیه برامون. این درد دل ساده شده یه میدونین دیگه حداقل 70% جمعیت کشور. تو همه کشورها که با سود سرمایه حکومت میکنند، صندوق‌های بازنشستگی یک پای اصلی سودآور بورس و شرکت‌های مولد هستند و به همین دلیل به پردرآمدترین شرکت‌های بورسی معروفند.
با سرمایه‌ای که اضافه میکنن به راحتی میتونن هر سال بر اساس نرخ تورم حقوق بازنشستگی رو اضافه کنن، حتی اگر در یک فضای خیالی نسبت بازنشستگی و اشتغال منفی هم بشه، حقوق بازنشسته لطمه نمیبینه. تو ایران شستا صندوق سرمایه گذاری تأمین اجتماعی این وظیفه رو مثلا به عهده داره. طبق آمارهایی که منتشر شده، شستا که 9 هلدینگ عظیم نفت و گاز و پتروشیمی و غیره زیر مجموعشه، سوددهی بالایی داره، دارین میبینین دیگه. اما تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی است و دولت 700 هزار میلیارد تومان بهش بدهکاره. میگه 100 هزار میلیارد تومانشو دادم، 600 هزار میلیارد تومان بهش بدهکاره. این معنیش فقط این است که تامین اجتماعی قلک حکومته که بیمه شده ها باید پرش کنن تا با هزار حق بازی حکومت خالیش کنن. آخه جوونی که تازه شروع به کار کرده با این وضعیت گرونی و تورم چه آینده ای داره که از الان هم بهش میگید اگه دووم بیاری و زنده بمونی و بتونی کار بکنی باید 35 سال دیگه در خدمت من باشی. خبرگزاری ایلنا نوشته نوبیمه شدگان، کلمه ایست که در این چند روز از زبان نمایندگان بسیاری شنیده ایم. آنها میگویند افزایش 5 سال سابقه بازنشستگی مربوط به نوبیمه شدگان است. البته این نوبیمه شدگان همه افرادی رو هم که عرض کردم تا 15 سال سابقه کار دارن در بر میگیره، صرف 35 سال. حالا تصور کنید جوانی بعد از سالها تحصیل و بعد از مدتها جستجو و البته با خوششانسی بالاخره کاری پیدا میکند با حداقل دستمزد و یا حتی بیش از حداقل دستمزد. حقوق او را در خوشبینانه ترین حالت 10 تا 12 میلیون تومان در نظر بگیرید. این رقم 18 تا 20 میلیون تومان با خط فقری که اوائل امسال از سوی یکی از نمایندگان همین مجلس مطرح شد، گفت 30 میلیون تومان فاصله داره. حداقل حقوق یک کارگر طبق حداقلی ترین محاسبات حدود 13 میلیون تومان با سبد معیشت 22 میلیون تومانی، آخرین رقمی که از سوی یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار مطرح شده، فاصله داره. حدود 13 میلیون تومان در ماه با سبد معیشت 22 میلیون تومانی، این دیگه حداقلی ترین حال میگم قبول. 13 میلیون تومان کجا بیاره؟ این کارگر برای گذران یک زندگی حداقلی روزمره احتمالاً باید 2 شیفت کار کند. او برای آن که از پس اساسی ترین نیازهای خانواده خود البته به شکل کاملاً حداقلی بر بیاید، باید تمام دوران جوانی خود را صرف کار کند بدون آنکه امیدی به بهبود وضعیت خانواده و تغییر سطح زندگیش داشته باشد. نوبیمه شدگانی که مجلس و دولت برایشان 5 سال کار بیشتر بریدند همین کارگران هستند. جوانانی که در دوره رکود و بیکاری به سختی کار یافتند، در دوره تورم و گرانی به سختی زندگی می کنند و در زمانه بی ثبات کاری و رونق قراردادهای موقت به سختی ادامه می دهند. سیاستگزاران برای حل بحران سالها ایجاد شده ای که نتیجه مستقیم سیاستهایشان است دست روی این ضعیفترین ها گذاشتند، اکثریت جمعیت. و تا زمانی که برده ها جوان و کاری اند ازشون بهره کشی میشه. وقتی هم از پا افتادن میگن خب هنوز چوب خطت پر نشده، 35 سالت نشده کارت. حکومت میخواد همه کسایی رو که بیش از 30 سال زحمت کشیدن برای این مملکت قربانی کنه. اینا زحمت کشیدن، اینا خون دل خوردن، اینا کلی از صنایع این مملکت رو ساختن، اینا کلی در حوزه خدمات به همین مردم کمک کردن و به شما کمک کردن. من نمیخوام مقایسه بکنم ولی نمیدونم چرا یاد سیاست آلمان نازی افتادم که غیر از این که دشمن یهودیان خودش رو اعلام میکرد و قتل عام میکرد یهودیان رو، غیر از این با سالمندان
با معلولان همین رفتار میکرد. یعنی حسی که دارم اینه، خیلی روک عرض کردم خدمتتون. چرا؟ خیلی خیلی شباهت ها داره جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت ایدئولوژیک که به فاشیسم مذهبی، فاشیسم اسلامی معروف می شود، در واقع خیلی شباهت ها داره. قبلا هم برنامه های مفصلی چند تا داشته ایم با حتی فاشیسم کلاسیک قرن بیستومی. اما در این زمینه هم من باور نمی کردم واقعا به نقطه ای برسه که این شباهت عجیب غریب جمهوری اسلامی با فاشیسم هیتلری، با نازیسم در واقع، که باید سالمندان رو خیلی عوض مقام این عرض میکنم، یه حرفی بود که اونا میزدن در آلمان هیتلری، به دریا بریزیم، مثل معلولان باید به دریا بریزیم. اینا بیفایدن برای مملکت. جمهوری اسلامی میخواد همه کسایی رو که انگار 30 سال 40 سال توی این مملکت کار کردن قربانی کنه برای اینکه خود چه حفظ کنه، و وحشتناکترش اینه که حق بیمه از این به بعد به جای اینکه به سازمان تأمین اجتماعی واریز بشه، به سازمان امور مالیاتی واریز می شود تا حکومت بتونه دریافتی مالیاتیشو بیش از 1.5 برابر سال گذشته بکنه. طبق مصوبه 4 مهر 1402 مجلس از برنامه 7 توسعه، سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند. بعد سازمان امور مالیاتی کشور هم فوری بخشنامه داد. مؤسسات بیمه باید پس از تعیین منافع قابل تقسیم در آخر هر سال، سهم هر یک از بیمه گذاران از منافع مزبور را به عنوان حق بیمه به سازمان امور مالیاتی واگذار کنند. یعنی رسما دارایی سازمان تأمین اجتماعی رو که یک سازمان غیر دولتی است بخواد دولت بالا بکشه. حق بیمه جزو حقوق بین نسلی است که منافع آن به طور مستقیم به بیمه پردازان و بیمه شدگان و خانواده و بازماندگان آنان تعلق دارد. سازمان تأمین اجتماعی در اساسنامه‌اش سازمانی مستقل از دولت است که منابعش هم از دولت تأمین نمی شود، بلکه بیمه شده ها منابع آن را تأمین می کنند، و چون این سازمانی کاملا متفاوت از سازمان امور مالیاتی است که سازمانی دولتی است. این کار قبلا زمان احمدی نژاد حکومت بخواست بکنه که نتونست. سعید مرتضوی رو یادتونه که رئیس صندوق تأمین اجتماعی تا از 60 شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی شروع کنه و منابع تأمین اجتماعی رو بالا بکشه، که هنوز اون این عکس‌ها رو دیگه هزاران بار دیدین، بوی خوش روابط سعید مرتضوی و حسن رعیت و بابک زنجانی و اینا واقعا هنوز از بین نرفته. اون موقع این کار عملی نشد، یه عده مجلسی ها زیر بار نرفتن، معدودی از مجلسی ها دعوا داشت به استیضاح وزیر کار احمدی نژاد میکشید. این ماجرای رشوه خواهی فاضل لاریجانی از بابک زنجانی و دعوای لاریجانی ها با احمدی نژاد، یا نذاشت این قضیه جلو بره. به هر حال الان در دوره سوم احمدی نژادی، یعنی همین دولت رئیسی، اینا این کارو دارن میکنن. چرا؟ چون تقریبا نیمی از بودجه از محل نفت و گاز تامین میشه، نصف دیگه‌اش از مالیات. رسما 43% درآمد دولت رئیسی از مالیات، چیزی که خودشون اعلام کردن، یعنی نزدیک نیمی از درآمدهای عمومی بودجه کل کشور از مالیات تامین میشه، یعنی بیش از 20 میلیارد دلار 50,000 تومانی از مالیات تامین میشه، یعنی از حقوق چند نفر نمیدونیم. باورتون میشه؟ نمیدونیم. آقای میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای آقایون در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا آمار دقیق و شفافی درباره اینکه دولت به چه تعداد حقوق و دستمزد میپردازد وجود دارد، تصریح کرد خیر، شفافیت وجود ندارد. این که دیدیم خبرگزاری سیمای جمهوری اسلامی. حالا فقط کارکنان دولت نیستن که مالیات میدن، پولداران میدن،
مثلا از مالکان بیش از 493,000 خانه خالی. در خصوص مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای با ارزش 10 میلیارد تومان و بیشتر، به علت عدم وجود بانک اطلاعاتی مناسب صرفا تعداد 12 واحد شناسایی شد و تنها 137 میلیون تومان وصول شده است. یعنی کل مالیات رو مردم بدبختی میدن که از فیش حقوقشون مالیات کم میشه. همین، این اخقازی وحشتناک دولت از بیمه شده ها برای اولین بار سر و صدای خانه کارگر جمهوری اسلامی هم در آورده. در نامه سرگشاده به رئیس مجلسشون منباقر قالیباف، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر نوشت: در خصوص واریز حق بیمه کارگران به سازمان امور مالیاتی به جای صندوق تأمین اجتماعی، این اقدام حاصل مزد و ثمره جان کارگران را در جای نامطمئنی که به خزانه روزانه کشور متصل است و محل دخل و پرداخت دولت است قرار می‌دهد. حق بیمه متعلق به دولت نیست و به کارگران تعلق دارد. از جانب بیش از 3 میلیون عضو خانه کارگر این تصمیم را محکوم کرده و امید دارم شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع توجه ویژه کرده و مانع از اجحاف حقوق و شرع گردند. یعنی چی حالا؟ یعنی اگر این مصوبه تبدیل به قانون بشه، اجرایی بشه، این 3 میلیون کارگر و عضو خانه کارگر که یک تشکل حکومت ساختم هست، در مقابلش میستن و فقط اینا نیستن، بهتر از من میدونیم که حتی کسب و بازاریام که باید هم مالیات بدن هم حق بیمه، جون به لبشون رسیده. همون مایه به مایه در بریم به بالا کاسبا، میگم خدا رو شکر، چون وضعیت خیلی خرابشه، گرونیه، خیلی گرونه. مردم قبلا میمدن جنس زیاد میخریدن، الان اول میگه شکم هم سیر شه. یارو مثلا میخواد بیاد 10 میلیون حقوق میگیره، مرغ گوشش میشه 8 میلیون، دیگه 2 میلیون دیگه به مال چیزی نمیرسه. نه من، کل کاسه همین شده وضعیت. همه دیگه الان دارن شکمشون رو سیر میکنن. سرآمد ماهیانه ما تقریبا ماهی 35 تا 40 تومن. والا خونه رو دارن ماهی 6 تومن، مغازه هم ماهی 80 تومن. شب عیدش رو کاسه میکنیم، هم فقط داریم این کلا اون کلا میکنیم دیگه، فقط هم اموراتمون اینجوری میگذره. ما حاجی به فردامون هم امیدوار نیستیم، چه برسه به آینده. من دوست دارم مسئولین خودشون یه صبح تا شب تو یکی این مغازه بشینن، کاسبیشون رو ببینن، یه ذره به فکر مردم باشن، هم خودشون رو یه روز جای این مردم بذارن، هم داشت ببینن وضعیت این مردم چه. اسمشون بازاریه ولی اندازه پیک موتوری درآمد ندارن داداش، فقط به حفظ آبرو این مسائله که این مغازه رو هم حفظ کردیم. بله 4 سال پیش برای این مغازه جمع میکردیم. نه دخل و خرج میکنه اگه مغازه دار باشی، نه حتی اگه به قول این رفیقمون پیک موتوری هم باشه، میتونید یه ریز امید به بهتر شدن فردات داشته باشی. در آمده ما یا نمینا ما همین موتور دارم کار میکنم، به یکی رسی دارم 15 تومن صبح تا شب من کار میکنم، از ساعت 11 میرم تا 12 شب، مجردم ولی کمک هزینه پدرم هم. من 8 میلیون دارم اجاره میدم، حقوقو بگیرم همون 5 روز بعدش تموم میشه. قرض میکنم محصولا اگه میخواستم ببینن که تو این چند سال میدیدن دیگه. این وضعی جوون سرپای فعال شاغل دار ایران تو این اوضاع بد، من نمیفهمم چرا حکومت بازم آشکارا داره اوضاع رو عمدن برای مردم بدتر میکنه، میخ به تابوت خودش میزنه. واقعا هیچ کار این حکومت بحرانساز قابل پیشبینی و نرمال نیست. این ماجرای حمله به حقوق بگیران بازنشسته ها جریان داره، میگه وام مسکن رو ساده کردیم که اگه شرایط داشته باشین بتونین فوری بگیرین، و میفرسته این بحثو توی همین برنامه توسعه‌اش و قانون بودجه‌اش، حالا شرایطش رو داشته باشین بیاین بگیرین، کاری نداریم به شرایط. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت وام مسکن با اقساط 35 میلیونی به معنای مسخره کردن مردم است.
قسط ماهانه وام 960 میلیون تومانی بانک مسکن حدود 35 میلیون تومان می شود. با این وضعیت نه فقط کارگران که حتی عمده کارمندان بخش خصوصی دولتی با این حقوق 9 تا 15 میلیونی توان پرداخت چنین اقساطی را ندارن. از این گذشته 960 میلیون تومان در تهران نه پول خرید یک واحد مسکن بلکه پول رهن یک واحد در محله‌های متوسط است. البته قرار بوده میدونین دیگه سالی 1 میلیون خونه بسازه این دولت سید محرومان با اون کی بود که استعفاش کردن وزیر کار چاغالش، به هر حال تا مسکن برای مردم ارزون حساب بشه دیگه ها، میگفتش که ما سالی 1 میلیون مسکن ارزون میسازیم در سراسر کشور و حتما خیلی هم باور کردن. آقا اومده گفته من در طول 4 سال سالی 1 میلیون واحد مسکونی میسازم، 4 میلیون در مجموع تحویل میدم. حالا کاری نداریم میشود یا نمیشود، اجرایی میشه یا نمیشه، توانش هست یا نه. مسئله اینه که اصلا این راه حله، یعنی میتونه راه حل باشه. به هر حال اون چه که میدونیم اکثرشون هم داره در واقع تو شهرهای کوچیک ساخته میشه، یعنی مشکل کلان شهرها خیلی به نظر حل نمیشه. خب متاسفانه حالا اون چیزی که ما توی آمار ارقام داشتیم و در گزارشامون هم انشالله یه گزارش جامع در حوزه نهضت ملی رو در چند هفته آینده حتما منتشر میکنیم نشون میده که وضعیت ساخت واحدها خیلی مساعد و مناسب نیست. و خب حالا چقدرش تحقق پیدا کرده تو این مدت؟ فکر میکنم عددی که ما استخراج کردیم از اطلاعات وزارتخونه یه چیزی هولوش 300 هزار واحد در حال انجام هست که 2 سال از دولت هم گذشته. بله و اکثریت این واحدها هم در مراحل ابتدایی قرار دارن و خیلی این مسئله رو امکان پذیر نمیدونیم. خب اصلا خر ما از کرگی دوم نداشت. فکر ما هم نیازی باشه که حرفای ستای غاز رئیسی و دوروبریاشو درباره 1 میلیون مسکن سالانه دوباره پخش کنیم، چیز رو حل نمی‌کنه. یه موقع برای افشای دروغای اینا پخش دوباره وعده‌هایی که میدادن شاید مهم بود، الان دیگه کی اینا رو جدی میگیره که بخواد به وعده‌هاشون اهمیت بده؟ فقط بازنشسته ها نبودن که دیگه باور نکردن و نمی کنن حرفای اینا رو. همین یه قلمی که عرض کردم در ارتباط با مسکن نشون دادیم، همین یه قلم و همزمان از طرف دیگه برنامه های مربوط به تامین اجتماعیشون که تو این چند دقیقه اخیر گزارش کردم خدمت رو، اینا رو بذاره یک آدمی با عقل سلیم بذاره کنار هم، روشن می شود که یا انقریب اینا مردم ایران رو نابود میکنن یا مردم ایران اینا رو نابود میکنن. طرح لایحه افزایش سن بازنشستگی در فرانسه زمستان گذشته باعث گسترده ترین اعتراض سراسری مردم این کشور در چند دهه گذشته شد. فقط در اونجا کسایی که در واقع هدف این طرح بودن، یعنی بازنشسته ها نبودن که اومدن خیابون، از همه سنین نوجوان، جوان، سالمند، پیر، از همه سنین و همه اقشار اجتماعی تو خیابون بودن. بیش از 1 میلیون نفر تظاهرات فقط در یک روز آمارش بود، فقط در یک روز تظاهرات که حدود 3 ماه با افت و خیز ادامه پیدا کرد، با اعتصاب حمل و نقل شهری و ادارات دولتی و سوخت و مدارس و کلن کشور فلج شد. لایحه‌ای که بالاخره تبدیل به قانون شد، گرچه پروندهش همچنان در فرانسه بازه و مشکلات اجرایش هنوز حل نشده. مهمترین چیزی که از اون اعتراضات موند درسی بود که جنبش مدنی فرانسه برای خود این کشور و کشورهای دیگه داشت، مسئله بازنشسته ها. این مسئله فقط بازنشسته ها نیست و فقط مسئله بازنشسته های امروز نیست. تو این عکس ها نمیدونم توجه کردین یا ندیدین،
جوون فرانسوی برای حفاظت از حق امروز بازنشسته ها و در واقع حق فردای خودش میاد خیابون. انصافاً تو ایران کی و کجا دیدین که غیر از خود بازنشسته ها کس دیگه بیاد تظاهرات کنه به نفع بازنشسته ها؟ البته شکی ندارم نقش اتحادیه های کارگری حیاتی است در این حرکت ها. جمهوری اسلامی از همون اول همه سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری رو به شدت سرکوب کرد، در این شکی نیست. در فراخوان، در هماهنگی حرکت ها اتحادیه های کارگری نقش تعیین کننده دارن. اما در کجای تاریخ معاصر همین ایران دیدین که معلم ها، کارگر ها، دانشجو ها، کسبه، اینا هر کدوم به تنهایی تونسته باشن حقشون رو به شکل پایدار و ماندگار از حکومت بگیرن؟ هیچ جا چنین چیزی ممکن نیست. یعنی تا حرکت فلان صنف، کارگرها، معلم ها، پرستارا، هر صنفی تا نتونه تبدیل به یک جریان اجتماعی بشه به هدف نمیرسه. و یک حقیقت دیگه، همین که حکومت بتونه به سفره تثبیت شده مردم از یه گوشه تعرض کنه، جرأت پیدا میکنه که از یه گوشه دیگه سفره هم تعرض کنه. همین الان صحبت ادغام صندوقهای بازنشستگی است که هفته پیش گزارش داشتیم، عرض کردم کمبود دارایی صندوق های بازنشستگی رو با دارایی صندوق هایی که دوچار ورشکستگی نیستن میخواد پر کنه، سر به سر کنه، که تظاهرات بازنشستگان صنعت نفت رو در تمام این دو هفته گذشته دیدین دیگه، و هر روزم خشمگین‌تر میشن. کما اینکه صدای افزایش مجدد قیمت سوخت، مشخصا بنزین، از رسانه هاشون دوباره داره شنیده میشه همین روزا. جرأت پیدا میکنه حکومت که به تعرضش ادامه بده اگه از یه گوشه بتونه تعرض کنه، و هر بار وحشیانه تر. در خدمت آقای دکتر جمشید اسدی هستیم، استاد استراتژی اقتصادی در پاریس. آقای دکتر خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من این اواخر این گزارش که عرض میکردم خدمت بینندگان به فرانسه اشاره کردم. یکی از نماینده های کارگری مورد تایید حکومت به خبرگزاری ایلنا میگوید یکی از موضوعاتی که در این رابطه همواره مطرح شده افزایش سن امید به زندگی است و دائم ما با کشورهایی چون فرانسه مقایسه میشویم. اما آیا کارگری که در ایران زندگی میکند و حقوق ماهانه اش به سختی کفاف هزینه های خوراک روزانه را میدهد قابل مقایسه با کارگر فرانسوی است؟ در آن کشورها نیز نرخ تورم سالهاست بالای 40% است. در اینجا کارگران جوان باید چند شیفت کار کنند تا به خط فقر برسند؟ تازه مقایسه ایران، آقای دکتر اسدی، و فرانسه میشود توسط رسانه های حکومت، چون شاید چون دولت فرانسه هم پارسال که یعنی پش با پیش به سن بازنشستگی 2 سال اضافه کرد. حالا نمیدونم اصلا چقدر اجرایی شده یا تونسته اجراش بکنه. اولا چرا فرانسه این کارو کرد؟ آیه اسدی، شما که در اونجا هستین و بهتر از هر کسی میتونین بگین با توجه به تخصصی هم که دارین، اولا چرا این کارو کرد فرانسه؟ ثانیا این مقایسه ای که ازش صحبت میشه، میگن تو ایران هم میتونیم اون کارو بکنیم، حالا اونا کردن، حالا نمیدونم اونا کردن یا نکردن، چون قانون شد امضا شد، تا اونجایی که در اخبار من دیدم مکرون امضاش کرد، ولی به هر حال چرا این کارو کردن فرانسوی ها؟ و این مقایسه بین ایران و فرانسه در این زمینه خاص آیا معل فارغ است یا مقایسه درستی؟ خواهش میکنم. اجازه بدید اول بگم چقدر خوشحالم در برنامه‌تون شرکت کردم، ولی چون وقت تنگ است و پرسش بسیار، بگویم که پرسش شما دو بخش دارد. یکی این که چرا در فرانسه این کار کردن. در فرانسه این کار کردن و اتفاقا من یکی از عنوان شهروند یکی از هواداران این بودم که این کار بکنم، برای اینکه طول عمر در فرانسه بالا می آید و مرتب خدمات اجتماعی از سوی دولت افزایش پیدا می کنه. در نتیجه برای اینکه بتوانم حفظ بکنم صندوق بازنشستگی رو، فکر کردم که افزایش سن بازنشستگی بشه. سندیکا هم در این مورد گله‌ای نداشتن، البته اختلاف نظر داشتن چند سال بشه، بالا بشه، پایین بشه، ولی این که باید سن بازنشستگی افزایش پیدا بکنه، میدونستم که همه باید اینطور
بشه. اما بخش دوم پرسش شما مهم است برای بینندگان ایرانی، آیا این مقیاس درست است یا معل فارغ است؟ از سر تا به پا دروغ و ریاست که به مردم کشور ما میگن. نخست، آنچه که در فرانسه اتفاق افتاد، من خودمم در دانه بازنشستگی هم این فکرشو میکنم، یعنی اگر اقتصادم نبود، اگر مورد تحقیقم هم نبود، خب این بالاخره چیزی که من باید بدانم برای اینکه زندگی. آقا اولا بازنشستگی وقتی که قانون تازه در میارن، همیهنای عزیز من، این پلکانیست یک مرتبه اعلام نمیکنن مثل افزایش قیمت بنزین، شب خوابیدید صبح پاشیدید قیمت شد 4 برابر. میگویند ما از فلان سال افزایش سن بازنشستگی میدیم، مردم هم خودشون آماده میکنن. دو، انتخاب میدن به مردم، میگن آقا اگر شما میخواید در سن پایین تر مثل گذشته بازنشسته بشید، بازنشسته بشید و در اینجا میتونید که بازنشستگیتون رو با مستمری کمتر هر وقت که بخواید داشته باشید. مسئله سوم، هر وقت که بازنشسته ها گرفتاری دارن بابت مستمری که دریافت میکنن، 1000 کمک دیگه وجود داره. چهارم این که بسیاری از بازنشسته ها که با حال و هوای خوشی دارن، بخش از همکارای خود من اینجورن، مستمریشون رو میگیرن کارم انجام میدن. همه اینها بیرابط است با ایران. آقا جوانش کار نداره بکنه، یکی از دلایل گرفتاری صندوق این است که جوان نمیتونه کار کنه. 67% دانش آموختگان ایرانی در آستانه مهاجرت از کشور هستن. فاینانشال تایمز همین هفته یک مقاله داشت که میگفت برای یک کشوری اقتصادی خطرناک اون مهاجرتی که از ایران داره صورت میگیره، اگر برای هر کشوری صورت بگیره. حالا این خود جوونی که سن کار داره کار نداره، اون وقت چطوری ممکنه که یک بازنشسته مثلا بگه خیلی خب من در هفته 10 ساعتم برای کمک درآمدم کار میکنم؟ در نتیجه آنچه رو که به طور ببخشید یک مقدارم من ببینید، این دروغ‌ها رو وقتی که آدم میشینه اختیار خودش رو از دست میدهد. ریا مقایسه آنچه که در فرانسه اتفاق افتاده و در اروپا اتفاق افتاده و آنچه که در ایران اتفاق میفته، سر تا به پا ریاست. این مقایسه رو از اول حضرت امام خمینی انجام دادن در نوفلوشاتو که گفتن دنبال چه نظامی هستین، هست آیت الله، و هست آیت الله فرمودن که دموکراسی فرانسه که الان داریم میبینیم دیگه. این وضعیت. اجازه میدید یه نکته خیلی کوتاه دیگه خدمتون عرض کنم، خیلی کوتاه. ببینید اینم یک ریای دیگه است. هر اون آقا اینطوری که نمیشه، هر وقت که ما یک مقایسه‌ای با فرنگ، با آزادی، با آبادی، با مدرنیته میکنیم، میگن آخر ما فرهنگ خودمون رو داریم. حتی آقای ظریف هم اینو گفت. اونجایی که گیر میافتن یاد این میافتن که یه مقایسه‌ای بکنیم که مقایسه‌شون هم دروغه. آقا یک کلمه، ما باید خودمون رو با فرهنگ و کشورهای آزاد مقایسه بکنیم یا نکنیم؟ اینطوری که نمیشه شنبه بکنیم یه شنبه نکنیم، دو شنبه حالا ببینیم، سه شنبه، اینجوری که نمیشه که. ببخشید در خدمتتون. آقای دکتر اسدی، چرا اصلا ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی نسبت بیمه پردازان با مستمری بگیران چرا اینقدر پایین اومده که دولت اومده اینو، یا نمیدونم اینو بهانه کرده هر چیزی که حالا بیاد این راه حل رو بده؟ ببینید یک دفاع مانندی از رژیم بکنم. آقا رژیم پول نداره، ورشکسته است، نمیتونه کار دیگه ای بکنه. اینطوری نیست که مثلا پول خودش تقصیر خودش، نه خب خودش این کارو کرده. ببینید در جمهوری اسلامی کاهش سرمایه گذاری ها هم از ملی و بین المللی، فقدان رشد درآمد ملی و کاهش درآمد سرانه به اندازه 30% طی دهه گذشته. خب دیگه بعد فقدان اشتغال و اینها، خب اینه نتیجه. ببینید اجازه بدید ببینید، سر تا به پا تقصیر خودشه. این ببینید تمام شرکت‌های بزرگ رو مصادره کردن، همه ورشکست شدن، از بین رفتن. خب وقتی ورشکست شدن از بین رفتن، حقوق بگیر از بین میره. حالا شما از کجا میخواید حق بیمه از اینا بگیرید که
پول بازنشسته ها رو بدید تا بعد یه فکر بکنید. سر تا به پا تقصیر خودشونه مسلمه، ولی الان میخوام بگم تا مادامی که چشم به این دولت و به این حکومت دارید وضع درست نمیشه، برای اینکه دولت ورشکسته است و ورشکسته تر از این میشه. تمام ترفندهایی که میبنده ورشکسته است، تمام ترفندهایی که میبنده، مالیات بر هر چیزی میبنده. امروز میگن مالیات بر اموال لوکس هم میبنده، حالا به مردم میبندن، به خودشون که نمیبندن. و از هزینه هاش کم میکنه، هزینه بازنشسته ها کم میشه. وقتی که بازنشسته میگه همسانسازی یعنی چی؟ میگه آقا اگر که شما دارید میگید تورم انقدره، خب مستمری ما رو حالا نمیخواد بیشتر بدید، به اندازه تورم که باید بدید. پس اگر نمیدن یعنی دارن از هزینه هاشون به این شکل کم میکنن با تورم. برای همینی که در تمام شعارهای بازنشسته ها شما اشاره به تورم میبینید، برای اینکه تورم میره بالا. اون یه شی سنار مستمری بازنشسته پاسخ نمیده، وای به حال اینکه تورم هم بره بالا. ولی این نظام و این دولت نمیتواند پاسخگوی بازنشسته ها باشه، برای اینکه ورشکسته است. چرا ورشکسته است؟ تقصیر خودشه، رانتخاره، با تمام دنیا تنش کرده. آقا شما خود آقای خمینی عصبانی شده بود، بعضی از اینا بهش دستورای انقلابی میدادن، میگفت شماها بلد نیستید یه قنیه لبنیاتی، اصطلاحی دیگه میگفت، لبنیاتی نگفت، یه اصطلاحی، منظورشی که از این کسبه ها اینو نمیتونید اداره بکنید، حالا دارید دستور در مورد کشور میدید. خب آقا وقتی نمیتونن اداره کنن، چرا بزرگترین شرکت های ایرانو که صادرات تا اروپا داشت دادی دست اینا که همه ورشکسته بشن و از بین برن؟ و چرا امروز مدیریت شرکت های وابسته به تامین اجتماعی رو دست آدم کاردان نمیدید، دست خودی ها میدید؟ چرا این شرکت ها رو وقتی بی پول میشید به جان که دست کم به یه قیمتی به بخش خصوصی بفروشید، یه سری سنار تو این صندوق بیاد به بازنشست ها بدید، چرا به رفیقاتون میدید به یک چهارم قیمت؟ و تمام اینها این مسئله مسلمه که تقصیر جمهوری اسلامیه، ولی میخوام بگم فکر نکنید تقصیر جمهوری اسلامی به این شکل که مثلا صندوق خونهشون یک عالمه پول دارن به شما نمیدن، مثلا به دوستاشون میدن. اینقدر پول ندارن، اونی رو که میدن همین کارو باش میکنن، ولی در این حال اون پول گذشته نیست. صندوق تامین اجتماعی سال هاست آقا ورشکسته است. خب چرا امروز تقش در اومده؟ اولا امروز نیست تقش در اومده، تق دهمشه که در اومده. دوم اینکه به این علت که چون در تحریم افتادن نفت رو نمیتونن بفروشن گرفتار شدن. این شرکت ها، تمام شرکت های وابسته که قرار بود مثلا سود بیاره برای این صندوق ها، ورشکسته بودن، ورشکستگیشون رو با پول نفت میتونستن بپوشانن. حالا این شرکت های ورشکسته یک مرتبه به فکرشون افتاد از دست این رفقاتون بگیری بدید دست آدم کاردان، بدید دست بخش خصوصی؟ نه، میگفتم ضرر کرد که کرد، پول نفت رو بهشون میدیم، رفیقامونم نگر میداریم. حالا نرای پیش دارن نرای پس. این که من میگم رژیم ورشکسته است، برای این که با قلبی پردرد میگم، برای این که بازنشسته ها فکر نکنن با این تظاهرات اینا کاری میتونن بکنن، نه، یه کار سمبولیک میتونن بکنن، خودشونم ورشکستن از بین رفتن. اینو من میگم برای این که یکی از اقتصاددانان جایزه صلح نوبلو برای این برد که گفت هر آینه در کشوری خبر درست پخش بشه قحطی به وجود نمیاد. میگفت قحطی نه بر اثر کمبود عرضه است، بلکه قحطی در اثر غافل شدن، غافل گیر شدن شهرونده. بسیار بحث مبسوط درستی. منم به همین دلیل امروز اون کلاق بدخبر شدم برای همیهنای عزیزم. ای کاش یه روز من یه خبر خوش اقتصادی واسه همیهنام داشته باشم. تظاهرات بکنی نور چشمای من، اعتراضتونو بگی نور چشمای من، ولی در این حال یه فکری بکنید برای روزگارتون، برای اینکه این رژیم ورشکسته تر از اونه که فکرشو میکنید. در خدمتتونم آقای دکتر اسدی. این من البته 100% موافق فرمایشاتون نیستم، به این معنی که صندوق
تامین اجتماعی اسمش کردن سازمان تامین اجتماعی و بیش از 42 میلیون نفر رو بیمه پرداز داره، بیمه کرده و یعنی ازشون حق بیمه میگیره، وزیر پوشش داره و در ضمن سازمان سرمایه گذاری در واقع تأمین اجتماعی که سال 1365 تأسیس شد 60 با اگه اشتباه نکنم با 20 میلیون تومان تأسیس کردند. اینو این 20 میلیون تومان از خود سال 65 عرض میکنم از خود صندوق تأمین اجتماعی برداشتن طبیعتاً که سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا 60 رو تأسیس بکنن و اون سرمایه گذاری بکنه از طریق ارتباط با بانک ها و به ویژه در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع و بعد وارد بورس شد و یکی از سودآورترین شرکت های بورسی 60 بوده همیشه. خب در تمام جهان پولدارترین صندوق‌ها صندوق‌های بازنشستگی هستند که به دلیل داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت در بورس به ویژه اینها میتونن به بیمه گذارانشون پرداخت بیمه و بازنشستگی رو بر اساس نرخ تورم هر سال بالا ببرن و هیچ وقت هم دچار ورشکستگی نشن. ورشکستگی نشن چیه؟ عرض کردم که به اندازه نیمی از بودجه کل دولت آمریکا شرکت‌های سرمایه گذاری بیمه سرمایه دارن، پول دارن. این آماری است که من دقیقش رو حالا مقدارش رو میخونم، فکر کنم 347 تریلیون دلاره. به هر حال اینا بر اساس سرمایه‌گذاری، خب این کارو در ایران در همه کشورها میکنن چون بیمه که نمیتونه فقط تکیه به پول بیمه گذاران باشه، سرمایه‌گذاری میکنن. در ایران هم 60 تا خب 60 تا سوداوره، پول داره. منظورم اینه که اگر میگیم دولت پول نداره، اصلا چرا باید دولت بده؟ سازمان تامین اجتماعی که دولتی نیست، مال بیمه گذارانه. یه شرکت سرمایه گذاری هم داره به اسم 60 باید 60 تامینش بکنه. خب مردم میان تو خیابون همین دادی که الان من میزنم و میزنن، چرا میگین نباید بیان؟ چون میخورن، جمهوری اسلامی همه رو میخوره. خب باید بگیرنشون، باید بگیرن اینو. عرض کردم من تو مقدمه متاسفانه تشریف نداشتید، از حضورتون بی بهره بودیم. من در مقدمه عرض کردم که تا زمانی که این حرکت‌های صنف به صنف تبدیل به جنبش یک جریان اجتماعی نشه به هدف نمیرسه. ولی چرا نباید به جریان اجتماعی برسه؟ وقتی که مسئله فقر ارتباط مستقیم ارگانیکی بین بازنشسته‌ها، کارگران، معلمان، پرستاران همه ایجاد کرده و صندوق بازنشستگی هم بحث امروز و فردای حداقل 42 میلیون نفره. بله. ببینید اول من بگم این که از اول خدمتون نبودم مدارت نیلم اتاق فرمانتون گزارش خواهد داد. مشکلات فنی فراوان بود. سراپا اشتیاق بودم که اینجا باشم. حالا میخوام با مخالفتتون مخالفت بکنم اگر اجازه میدید. همون مقایسه ایست که گفتیم بین فرانسه و بین نظام ولایی نمیتوان کرد، زبانم نمیگردد بگویم ایران، بین نظام ولایی و آمریکا نمیشه کرد. فرمایشتون در مورد صندوق‌های بیمه بسیار درسته. اصلا کشورها هم دوست دارن این صندوق‌ها رو، هم میترسن از این کشورها، از این شرکت‌ها. چرا دوست دارن؟ برای اینکه اینا یه عالمه سرمایه میارن. چرا میترسن؟ برای اینکه اگر اینها از سود آوری سرمایه گذاریشون در بورس ناراضی باشن، پولشون رو میکشن بیرون. یه مرتبه در آسیای شرقی این کار کردن، یه بحران مالی بزرگ اونجا درست شد. خب میفرمایید در ایران هم در نظام ولایی هم صندوق‌های بازنشستگی هم این کار رو میکنن؟ خب نه، برای اینکه کدام اقتصاد پویایی رو دارین در دهه 90
رشد ما صفر بوده. آقا در رشد صفر چجوری میخواید سود داشته باشید 10 سال که این کارا رو بکنید؟ دوم این که این بعضی وقتا در بورس میرن، بله با پول برمیگردن، این به خاطر خرید و فروش مصنوعیه که با دولت میکنن که پول مردم رو باز از اینجا بگیرن و یه چیزی رو توی صندوق خودشون پر بکنن. سوم میفرمایید که چرا من نمیخوام جنبش اجتماعی بشه. من اولین کسی هستم که میخوام جنبش اجتماعی بشه. میگویم به لحاظ اقتصادی این نظام پاسخ شما رو نمیدهد مگر این نظام از دست اینا در بیارید. جز این که ببینید الان اینها پول ندارن و شکسته تر از اینم خواهند شد در آینده، به خاطر اینکه نه اقتصادی دارن را بیفته، نه قرار از تحریم در بیان، به ویژه با این اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده. پس بعد بدتر از این خواهد شد. چون بعد بدتر از این خواهد شد، در ضمن یه دلیل دیگه مخالفت هم یادم رفت خدمتون بگم، این شرکت ها یه شستا اگر اینا میتونستن سود بر سرمایه بیارن که از دولت انقدر تقاضا نداشتن که ضررشون رو بده و دولت تو پول نفت رو داشت این کارو میکرد. حالا با این تحریم ها پول نفت هم نداره که بده. در نتیجه اینی که من میگم از دولت انتظار نداشته باشین، نه اینکه ازش استمالت کنید، ازش دلجویی بکنید، تاجی سرش بذارید، نه ازش گذر بکنید. این همون جنبش اجتماعیه. بله آقا، با این دولت، با این نظام، با این کارایی رو که کردن، فقر ایرانی بیشتر میشود که کمتر نمیشود. زیاد حرف نزنم، میدونم پرسشای دیگه ای از گفتگوی دیگه ای داریم. اسدی من اصلا یک سوال دیگه هم اینه، قبلا هم که با هم صحبت میکردیم خدمتتون عرض کردم، من اصلا موندم اینا چرا برنامه 4، 5، 6، 7 توسعه اصلا میان تدوین میکنن؟ مثلا در برنامه 6 توسعه جمهوری اسلامی که تا 1496 تا 1400 باید انجام میشد، ماده 12ش نوشته دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه، یعنی تا سال 1400، نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند. 700 میلیارد تومان بده کار. میگه مکلف در این 4 سال برگردونه این بند شامل دستگاه زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضاییه و نهادهای عمومی غیر دولتی نمیشود. بله خب. تبصره: باید سالانه حداقل 10% از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد. 10% از 700,000 میلیارد تومان میبایستی تصویه میشد در اون 4 سال. و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تأمین شود. ب. سازمان تامین اجتماعی موظف است در طول اجرای قانون برنامه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی کند. خب هیچ وقت اینا انجام نشد. حالا برنامه هفتم توسعه، دادن، بعد به جا انجام تعهدات قانونی عقب افتاده خودشون میخوان از جیب حقوق بگیرا خرج کنن، بخش از اون تعهدات انجام بدن بتونن. البته متناسب سازی حقوق هم که به کلی اصلا کنار گذاشته میشه با این فشار بیشتر. 4 سال بعد اگه زنده باشن این حضرات، در شرایط بدتر باز میان همین حرفا رو میزنن دکتر اسدی، همین قوانین رو تصویب میکنن، بعد و ما به جای اجرایی هم نداره، میگن برنامه توسعه هشتم. خب اینا این برنامه رو برای چی می نویسن؟ موردی که کارشون رو دارن می کنن و می تونن برن جلو دیگه. ببینید، یک، اولا این برنامه رو، برنامه تازه رو چقدر میشه بهش امید داشت؟ نشان به این نشانی که به تصدیق خود پایوران نظام برنامه های پیشین هیچ کدوم به هدف هاش نائل نشد، حتی در سطح 40%، امیدواریم که این یکی انجام بشه. این همین مصداق فرمایشتون. یک چیز رو دقت بکنید بینندگان گرامی، اکثر پایوران نظام که میان صحبت میکنن، تای صحبتشون چیه؟ مثل همین برنامه ایست که مورد اشاره شماست. هیچ وقت نمیگن که آقا این نتیجه رو ما گرفتیم، این نتیجه رو به این شکل قسمت میکنیم. دقت کنید تمام حرفاشون اینه. برای مسئله بیکاری هم فکرهای بسیار خوبی کردیم. برای مسئله تولید و دور زدن تحریم ها اندیشه های درستی انجام دادیم. همش وعده و وعید است و روشن هم بهتون نمیگن که چیه. این برنامه ای هم که میاد به همون اندازه پاسخگوست که آقای رئیسی
وقتی که ریاست جمهوری شد با قاطعیت دستور داد که نرخ بیکاری بیاید پایین. این در این حال ببینید اگر ما به کشورمون نبود فقط باید به این حرف ها میخندیدیم. درست مثل اینه که بگه نرخ بیکاری بیاد پایین، آقا این یک سقرا و کبرایی دارد برای اینکه نرخ بیکاری بیاد پایین، چنان که در دیگر کشورها کردن. مگه به دستوره؟ الان مگه میشه اگه اینطوری آقای رئیسی دستور بدید سرطان پاک بشود از ایران؟ دیابت، آقا ما یک نفر از سه نفر ایرانی فقیر، دیابت به 40% ایرانی رسیده. ببینید چه جوری وضع مملکت. خب یه دستورم بدن این دیابت از کشور برچیده بشه. مگر فقط به وعده و وعیده؟ من تنها چیزی رو که میخوام به بینندگان اینجا عرض گزارش بکنم این است که البته باید جنبش اجتماعی کرد، البته باید اعتراض کرد. یعنی هم تو همین دو دقیقه باید... که مونده بفرمایید که اصلا خب آیا اصلا راه برون رفتی هست؟ یه دقیقه اون نیم ندارین نظام، ندارین نظام، بقیه دقیقا مال خودتون. برای اینکه حرف من روشن باشه، در این نظام هیچ راه حل اقتصادی وجود ندارد. برای اینکه ما رو با دنیا چطوری سرمایه بیاد که این سرمایه تولید را بندازه که از تولید حقوق بدن، از حقوق حق بیمه بدن، به اینها بدن؟ هیچ چیش وجود نداره. گیرم نفت بفروشن که با پول نفت حق بیمه رو بدن. هیچ دورنمایی وجود نداره. تا این نظام هست همین آش و همین کاسه است. ببخشید من بدخبرم، اما سروران من فکر خودتونو بکنید. از این نظام انتظاری نمیشه داشت. این به این معنی نیست به این نظام اعتراض نکنید، این به این معنی نیست که از بیادبی نباشه، مو رو از خرس نکشید هر جایی رو که میدونید، ولی بدونید آخرش همینه این نظام. بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم آقای دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی که مزاحمشون شدیم، در پاریس بودن و ببخشید از اشکالات فنی قبل از برنامه. من مطمئنم بخشش مربوط به خودتون بود، اشکالات فنی های دکتر. بی‌تردید بوده. در حال خودم هم تنبیه شدم، کمتر در خدمتتون بودم، بزرگترین تنبیه برام. خواهش می‌کنم، لطف فرمودین، ممنونم ازتون. شبتون بخیر. شب خوش. بریم پرده آخر. مجتبی مطلق بود. مطلق یعنی کسی که بسیار زن می‌گیرد و طلاق می‌دهد. خب آقا چند تا زن گرفت طلاق داد؟ کی میدونه؟ به روایت 50 تا، 50 تا دختر گرفت طلاق داد. به یه روایت 70 تا، به یه روایت 250 تا، به یه روایت 300 تا. بعد جالب اینه که شیعه و سنی هم روایت کردن ها، تو روایات خود شیعه هست، تو اصول کافیمون، تو محاسن برقی، روایاتی منصوب به امام صادق، به امام سجاد، کتب اهل سنت هم که اصلش از اونجاست. روایاتش میگه از بس امام حسن زن میگرفت طلاق میداد، آقا امیرالمومنین خجالت میکشید، رفت بالا منبر تو کوفه گفت مردم به حسن زن ندهید، او دختران شما را نگه نمیدارد، طلاق میدهد. شب و روزگار خوش.